خداوند جان آفری. آقا با درودی مجدد، ما دوباره اومدیم با آقای تامیوکا‌سان. نه تامیوکا‌سان، ناتایوکو شیماشو یو تامیوکا‌سان. نه تامیوکا‌سان، نه تامیوکا‌سان. それにあの女の人は。ねえ、富岡さん、聞いてるんですか？یا همون آیتو اسب سوسخار. هرچی من به این بشر دقت میکنم بیشتر به این نتیجه پی میبرم من چقدر حالم از اشرافزاده ها به هم میخوره. ولی خب زیاد گیر ندیم، من خودم هیچ پخی نیستم. بریم ببینیم این چیه. خب استاد هستن چنه این دراز بیخوار کریت دمیجه. خب داخل لول 90 هم میرسه به 88%. میشه گفت چیز خوبیه، باعث میشه که کلن بیلدتون راحت تر بشه و چیز مفیدیه برد. خب بریم سراغ تلنت ها. تالنت نرمالش کامیسا تو آرت مراباشین داره. خب شامل 5 ضربه میشه. کلا انگار داره با شمشیر بازی میکنه. میده این دست، میده اون دست، یه قر و فر این وسط میده. یه چشمک میزنه. چرت دختر جذب میکنه و آره. کلا سیم تغییر. سر همین قضیه هم بهتر اینو لول اپش نکنین کلا. تالنت اسکیلش مجسمه مخزن نام داره. به این شکله که آیتون بیاد جلو یه مجسمه از خودش میذاره، یه قر و فر میده، دست بر غلاف میبنده. آره دخترای یوشیرو کامیشن نگاه میکنن، جیغ میزنن، دست میکشن. جیغ میزنن، دست میکشن. جیغ میکشن، دست میزنن. بله. به این شکله که کلا 4 تا استک داره، 4 تا استک نامیسن داره. و هر استک بهش مقداری باف فلت مثل یوجین میده که خب بر اساس اچ پی خود آیتو هر نورمالی هم که بزنی یه دونه استک میگیری که کلا گرفتنشون 0.1 ثانیه است. بعد هم میگه در مجموع واسه شما 15 تا ضربه میزنه. این یعنی که شما از ضربه 4 به بعد تمام 4 استکی که خود آیتو داره رو گرفتین و از اون به بعد همشون استک ها رو دارن و ازش از اون بافش استفاده میکنن. خب برسش اشک دختران یوشیرو کامیشن نام داره. به این شکل که وقتی آیتو به اینو نمیگفته اینو میشه سن یه دل سیر واسه خودشون گریه میکردن. سر همین قضیه آیتو الهام میگیره این مسئله و شروع میکنه به تمرین کردن سر این برست و این برست رو میسازه. به این شکل که شما وقتی این برست رو میزنین 18 ثانیه است و یه ایوی بزرگی داره که قابل استنپ شات شدنه و این که بهتون باف نرمال دمیج میده که خب میشه گفت چیز خوبیه و کلا از بالا سرتون اشک دختران یوشیرو کامیشن میریزن رو زمین. و اینکه مثلا داخل کامپای مثل کامپ یویمیا، کامپایی که داخلش دیلوک جای داره، مثلا دیگه کامپای فریز، اینجورا میتونه خیلی کمک کننده باشه. حالا اینا رو داخل بحث کامپا بازترش بکنیم، بیشتر توضیح بدیم راجع بهش. خب بریم سراغ پسیو. پسیو اول به این شکل که شما وقتی اسکیلت رو میزنی همون موقع به دوتا استک نامیسن میده و از اونجایی که آیتو فیتیش اش ریختن داره، شما وقتی اون مجسمه رو ساختی، حالا مجسمه ترکید، دخترها یوشیرو کامیشن دوباره شروع میکنن به اش ریختن، سر همین استک رو از اول بهتون میده. خب آره میشه گفتش که شما در هر شرایطی میتونی فول استک شروع کنی. پسیو دومش به شکل آفیلد، اینجوری که شما آفیلد آیتو رو گذاشتی، اون موقع اگه انرژیش کمتر از 40 باشه واسه خودش انرژی پر میکنه. کانسل یکش با توجه به اسپی خود انمی بهتون دمیج بونس میده. خب کانسل دومش به این شکل که یه دونه استک میده به اون بافاتون و اینکه بر اساس اسپی خود آیتو و وقتی هم که 3 تا استک میگیرین 50 تا اسپی میده بهتون. خب یعنی بازم دمیج اسکیلش بوست میشه. خب کانسل 3 و 5 دیگه من ویدیو ایونتیو هنوز ندیدم ببینم داخل کامنت ها چی گفتین، آیا واقعا میدونین کانت 3 و 5 چی کار میکنین؟ منو وادار به انگوش کردن خودم میکنین یا نه؟ سر همین قضیه بازم از اینو میگذریم که خب میرسیم به کانت 4. کانت 4 همش که سرعت اتک بهتون میده. کانت 6 هم که دو تا اتک اضافی میزنه اسکیلش که خب 450 تا هم اسکیلینگ داره. به نظر کانت اونچنان جالبی به نظر نمیاد. خب دوباره به بحث شیرین و دلنگیز سلاح رسیدیم. قاعدتا سلاح خدایی تو از همه بهتره پسش. بعد اون میست و جیدو داریم. خب جید با توجه به پسیوش به شما این مقداری اچ پی میده و اینکه این میتونه یه مقداری کمک باشه داخل اسکیلش. بعد از اونم میستو داریم که خب واقعا نمیدونم راجع بهش چی بگم. از اونجایی که اسکیل آیتو دمیج نورمال اتک به حساب میاد فکر کنم بشه پسیوش رو گرفت. سر همین واقعا نمیشه گفت کدومشون بهترن. و تو بحث سلاح های 4 ستاره سلاح کرافتی این زوم رو اصلا پیشنهاد نمی کنیم. سر اینکه کلا دو تا دلیل داره. یکی اینکه اگه دنبال اون اتکه این خب اتک رایونز رو خیلی بهتره. بعد هم اینکه اگه دنبال انرژی هستیم که پسیوش میده خب قاعدتا سکریفیشال و فبونیاز خیلی بهترن چون اصلا اون پسیوش کار نمی کنه.
خب سلاح فستینگ ما تست نکردیم تا الان، خب شک داریم کار کنه، هرچند نظری نمیدیم راجع بهش. بعد اونم بین فونیاس و ساکریفیشیال، خب فونیاس پارتیکل بیشتری بهتون میده، بعد ببینم ساکریفیشیاله که خب ساکریفیشیال از نظر انرژی و این چیزا انرژی داره، بعدم اینکه دمیج زیادی ازش از دست نمیدین و به علاوه اینکه توی یه سری از کامپا مثل کامپ نشنال میتونین کامل ریپروز کنین دمیج ژنگلینگ که به این صورت که شما به جای 6 ثانیه اسکیلتون 12 ثانیه. خب میرسیم به بحث بیلد. اینجا به نظرم اگه راجع به ست آرتیفکت جدید چیزی نمیدونین، اول برید ویدیویی که راجع به ست آرتیفکت دادیم اونو اول برید ببینید، بعد بیاین اینجا، چون یه سری توضیحات عجیب غریب داریم، ممکنه که خیلی متوجه نشن اگه ندونن خصوصیات آرتیفکت جدید چیه. سر همون بهتره که اون ویدیو رو نگاه کنید، بیشتر از این وقت رو نگیریم، بریم ببینیم که کلا بیلد آیوتو به چه شکل خواهد بود. خب سر بیلد کردن این اسب حقیر مخزن ما با 4 تا ست سر کار داریم، یکی ست گلاده، یکی ست هارت، یکی ست امبلم، یکی هم که ست آرتفکت جدیدی که اومد. حالا ست هارت و ست جدیدی که اومده تفاوت اونچنانی با هم دیگه ندارن، ولی خب ست جدید پتانسیل بالایی داره اولا، بعدم اینکه بسته به شانستون، از یه طرف ممکنه خیلی پایین باشه تچ ها باشه، از یه طرف هم ممکنه خیلی های باشه، یه بسته به این داره که چقدر خوش شانس باشین بتونین اون باف مورد نظر، اون استک مورد نظر رو بگیرین. حالا این داستان سقف و چه میدونم چاه و اینجور چیزا، های بودن پایین بودن اینجور چیزا، کلا به این برمیگرده که آره شما وقتی هایی که هر 15 تا ضربت او پفو دریافت کن، وقتی ته چاهی که هیچ کدوم از ضرباتتون رو دریافت نکنه، خب وقتی هیچ کدوم رو دریافت کنه قاعدتا خیلی بد میشه. میشه گفت در حد همون ست هارته، ولی که حالا کلا جدایی از ست جدید یه بیلد دیگه هم میتونیم داشته باشیم که میشه ست گلادیاتور، شما چارت که گلادیاتور میندازین، آره اینم جواب واسش. بعد اونم که یه بیلد دیگه هم داره که میشه همون بیلد ساپورته، حالا مثلا شما اومدی آیاتو رو انیبلر ساپورت گذاشتی که خب اون موقع چارت دیگه امبلم پیش اومد میشه و اینکه سلاح پیشنهادش هم ساکریفیشیاله، خب 60 انرژی ساکریفیشال بهتون میده، 20 هم ست خب مشکل انرژیش عملا حل میشه، از اون طرف هم که دمیج بونوس بیشتری بگیرین خب چی بهتر از این. حالا داخل این حالاتی که بهتون گفتیم آرتیفکت به این شکل خواهد بود، شما ساعت آتک میذارین که هم که هایدرو دمیج، کلا هم که حالا بسته به نیازتون میتونین کرید ریت بذارین یا کرید دمیج. خب میرسیم به بحث کامپا. اول اینجا اینم بگم که اگه کنون اسم کامپا رو نمیدونی از چه کرکتری تشکیل شدن یا کنون کارشون چیه و اینجور چیزا، اول بریم ویدیویی که راجع به کامپا دادیم اون رو نگاه کنید، بعد بریم سراغ این یکی. خب حالا بگذاریم تو بحث کامپا، خب قاعدتا ما الان با آیتو نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم کار آیتو رو بریم با یکی دیگه جایگزین کنیم قدیمی، که خب قاعدتا کامپ نشنال میتونه خیلی واسه جوابگو باشه، خیلی میتونه داخلش کمک کننده باشه، مخصوصا اگه با اون بیل ساکریفیشال گفتیم برید که خب ساکریفیشال کلا به این شکل که ریفاینمنت 5 کنی 16 ثانیه کولداون داره و اینجوریه که اگه دوبار بزنی اسپیلشو آیتو بالاخره میره داخل کولداون، که خب بعد 6 ثانیه شما خودم وقت دارین که برید روی کاراکتر دیگه سویچ کنین کاراش انجام بدین، خب خیلی سینرژی جالبی دارن با هم دیگه. خب کامپ بعدی که آیتو داخلش جای داره کامپ فریزه، تشکیل شده از گانیا و ونتی، که خب کاراکترهای ایوی یه چیزی دارن به اسم کوادراتیک. به چه شکله؟ به این شکل که مثلا شما داخل اون ایوی برست مثلا گانیا برای مثال یه انمی اونجاست، هر ضربه اون یخای گانیو یه دونه به حساب میاد، ولی مثلا اگه دو تا اونجا باشه 4 تا ضربه انگار خورده، این میشه قضیه کوادراتیک. که خب کلا کاراکترهای ایوی همونطور که گفتم اینو دارن همشون. یه نوع جدیدی از فریز هم هستش که خب فریز برعکسه، اینجوریه که شما مثلا به جای اینکه آیوتو آف فیلد هایدرو اپلای کنه آن فیلد اپلای کنه، مثلا یه تیم بگیم که تشکیل شده از آیوتو، جین، شنها و روزاریا، شما برس روزاریا رو میزنی میری رو آیوتو شروع میکنی به اتک دادن با هایدروش و اینجوری هایدرو اپلای میکنی. و کامپ تیزر هم هستش که خب شما میایین سلاح آیوتو رو لاین رول میذارین به خاطر دمیج بیشتر، حالا مثلا بیایم بگیم تیمتون تشکیل شده از آیوتو، فیشر، زینشو اینا، حالا میتونین جایی رو عوض کنین، مثلا بیدو بیارین یا حتی کازو، حالا میگن کوکیشیبا هم هیلر و اینا میتونین باشه کامپ جدیدی بچینین. بعد اونم که یه جایگاه ویژه میرسه به بانو یوی میاد، خب آیوتو برسش نورمال دمیج میده، یوی میام که برسش بهش اتک میده و در کل یه جوریه که با هم دیگه خیلی ماچن. حالا جدای از اینکه دمیج اوتو بیدش خیلی خوبه با هم دیگه سینرژی جالبی دارن، یه یونجین و یه جانگلی هم میشه کنارش گذاشت که خب اگه اون طرح زیبای گیده یوی میا یه مقاومت اینتراپ شدن هم بهش اضافه میکرد مشکل حل میشد، ولی خب جناب گشاد بوده و اصلا به این قضیه فکر نکرده. خب برای کامپ آخر هم کامپ آیتو دی پی اس رو بریم، به این شکل که شما میارین آیتو رو میذارین، زینچو هم حالا میتونین بذارین کنارش و اینکه یه کاراکتر آنیمو مثلا سوکروز یا کازو هم میتونین بذارین، پلاتو آخرام که دست خودت دیگه تو این بنت بذارین یا هر کسی که دوست داره.
در رابطه با استوری خدا وکیلی چه انتظاری الان از من دارین؟ من الان چی تعریف کنم؟ تو اینترو که دیدین چقدر استوری پرمحتوا و زیبا و قشنگی داره. ولی خب حالا یه خلاصه ای واسهتون میگم. استوری آیتو کلا به این شکلی که در از گذشته میگه، به شکلی که کلا از بچگیای آیتو که از بچگی این مسئولیت رو دوشش بوده که باید مثل پدرش بشه، چون روزی به هر حال پدرش خواهد مرد و سر همین قضیه آیتو مجبوره که رهبر قبیله باشه. بعد از این قضیه مسئولیت‌های آیتو به شدت زیاد میشه، به نوعی که کلن آیاکا مقدار زیادی از کاراش رو واسش انجام میداده تا اینکه آیتو بیشتر وقت کنه که وقتش رو صرف اداره قبیلهش بذاره. همونطور که گفتم بعد از فوت پدر آیتو مسئولیتش چندین برابر شد. سر همین قضیه وارد عرصه سیاست میشه که جای پدرش رو بگیره و اونجا هم متوجه میشه که چقدر خام و نپخته است. بقیه سیاست مداره چقدر کار کشتن و این چیزی نمیدونه. ولی خب این قضیه مایوسش نمیکنه، تلاشش رو میکنه و الان رئیس قبیله کامساتور. یه روز آیاتو داشته از یه جای عبور میکرده که با یه اونی مواجه میشه. در کمال ناباوری اون اونی بعد از مقداری صحبت کردن با آیاتو اون رو برو یا داداش خطاب میکنه. خب این مسئله واسه آیاتو خیلی تازگی جذابی داشته، سر اینکه کلن توی کارش، توی خانوادهش، توی سطح شهر همه یه احترام خاصی واسش قائل بودن. سر همین قضیه این مسئله واسش تازگی داشته. سر همین قضیه با ایتو رفیق میشه و کلن از اون موقع تا الان با هم دیگه رفیقن و اینکه اون اونی کسی نیست جز ایتو خودمون، همونطور که قطعا حد زدین. آیتو به قدری قابل اعتماد و توانمند هستش که حتی شوگان هم روش حساب میکنه، به نوعی که وقتایی که یه سری کارهایی رو نمیتونه انجام بده، وقتش نمیرسه و خیلی چیزا، اونا رو به آیتو محول میکنه. چون 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 کوچو نانی او سورو شیرانایین دس کا تومیوکا سان کوره وا هیتو تو هیتو تو نو کیوری او چیکاکو سورو تامه نو چون چون تته یون دس یو چون چون های、そうなんですよ。ツンツン。やめろ、校長。どうしてですか？仲良くやりましょうよ。富岡さん、新鮮な鮭と大根が手に入ったので、鮭大根を作ってみました。よかったらこれ。あら、私にも。どうもありがとう。富岡さん、鮭大根ですって。いただきましょう。富岡さんも冷める前に食べた方がいいですよ。بله، ویدیو بالاخره تموم شد. چه خب، یه سری دوستان سوال کرده بودن، میگفتن آیا مثلا آیا تو بهتر یا یلان؟ یه صحبتی که هست اینه که کلن برید دنبال کاراکتری که احساس میکنیم گیم پلیش واسهتون جذاب‌تره. یعنی به صورتی میتونن جفتشون کمک کننده باشن. خب اصلا یلان داره میاد، گیم پلیش رو نگاه میکنی کلا تموز این شده دیگه. ولی آیا تو کلا یه گیم پلی جدیدتری داره ارائه میده، کلا داره پلی دادن باش فانتره، درست سختره، یه ذره فانتره، که خب این باز بسته به خودتون داره. جفتشون های دراپرهای خوبی هن و اینکه دیگه فکر نمیکنم چیزی مونده باشه. امیدوارم از این ویدیوی خوشک لذت برده باشین و خب شو خوش.